ریزش و یه سری اقداماتی که قرار هست که انجام بدیم در محل گروه. خب با توجه به این که طی سالهای اخیری که بشر پیشرفت کرده و ساختمون ها خیلی پیشرفت کردن و بزرگ شدن و طبقات رفته بالا و سرعت کار اضافه شده، خب اصول فنی پیچیده‌تر شده و بحث‌های علمی پیش از پیش اهمیت پیدا کرده. خب ما باید یه سری آیتم ها رو رعایت بکنیم تو بحث ایمنی. بریم سراغ اون آیتم ها. قبل از انجام گود برداری باید ما اون محل گود برداری رو و اون ساختمون خاستگاه یا ساختمون ساختگاه یا جایی که میخوایم بسازیم رو باید چک بکنیم، ساختمون های مجاورش رو ببینیم آیا دیوار مشترکی دارن یا نه، دیوارهای مرزیش رو چک بکنیم. جاهایی که مکانهایی که اتصال دیوارهای مرزی درشون هست رو چک بکنیم، تیرها و سقف‌های مشترک، بازشوها و درگاه‌ها و لوله‌ها و دودکش‌ها، داکت‌های تأسیساتی، همه اینها رو باید ما چک بکنیم. نوع مصالحشون، فرسودگیشون، ترک‌ها در دیوارهای مجاور رو همه رو باید شناسایی بکنیم. خب با ساخت سقف های ایمن با استفاده از داربست های فلزی که بر روی اونها توری پهن میشه میتونیم در واقع اون قسمت هایی از ساختمون رو که ریزشی هست رو ایمن کنیم. خب یکی از این نمونه هاش همین جایی که شما میبینید و میبینید که پیاده روها رو برداشتن و در واقع به وسیله داربست ها یک راهروی درست کردن و روش رو در واقع اومدن از توری های استفاده کردن برای جلوگیری از سقوط مسالک. خب ما اگر در یک شرایط قرار داشتیم که احتمال ریزش دیواره ها یا احتمال ریزش مسالکی از دیواره های مشترک یا توی محلای گود بود، میتونیم از این پوشش ها استفاده بکنیم. قبل از عملیات تخریب در ساختگاه پروژه، بحث چاه فاضلاب رو مطرح کرده و گفته باید چاه فاضلاب اون محل گود برداری و ساختمون های مجاور رو شناسایی بکنیم. حالا این ساختمون های مجاور اگر چاهش در واقع عمقش بیشتر از عمق محل گود برداری ما بود، مثلا همون چاهی که میخواین محل گود برداری رو دارید، میخواید گود برداری بکنید، یا اطراف محل گود برداریمون یه سری چاه هست که عمقش بیشتر از عمق محل گود برداری ما، مثلا فرض کنید عمق چاه مثلا 20 متر، گود برداری ما عمقش 10 متر 15 متر، در این صورت ما باید یک سری اقدامات انجام بدیم. بیاین اول از همه از بتون‌های قوطه‌ای که 50 سانتی بتون قوطه‌ای رو بریزیم کف چاه به حدی که 50 سانتی متر از کف محل گود برداریمون بیاد بالاتر و بعد با مصالح مناسب مثل خاک و مثل حالا مسائلی که وجود داره بیایم اون چاه رو در واقع پر بکنیم. حالا دوستانی که اینجا هست، دوستان عمرانی، بتون قوطه‌ای در واقع به بتون‌هایی گفته میشه که دو دستن و در واقع از نظر بتونی 70% بتونه و بقیهش به حساب لاشه سنگ و در واقع سنگ های لاشه ای. دو دستن، یه سری بتون های محوطه ای هن که در واقع عیار بین 200 تا 250 دارن. یه بتون دیگه ای داریم به نام بتون مگر که عیارش 150ه، عیار 150ه. کلمه مگرم میدونیم یعنی چی بچه های عمران، که حالا بتون مگ معمولا عیارش بین 150 و بتون محوطه ای عیارش 200 تا 250 که بتون مگ رو میان برای کف سازی ها، مگ به معنی نازک، برای کف سازی ها استفاده میکنن و بتون قوطه ای، بتون محوطه ای یا محوطه سازی رو که عیار بین 200 تا 250 داره و برای همین پر کردن در واقع چاه ها و مسیرهای در واقع که نیاز به دفن هست استفاده میکنن. محل این چاه ها رو باید در نقشه های ساز نگهبان
در واقع مشخص بکنیم و شرایط ایمنی گودبرداری رو در محل چاه‌ها رو در واقع به عنوان بخشی از شرایط در طراحی شرایط ایمن استفاده بکنیم. خب قبل از انجام گودبرداری هستیم بچه ها، انتخاب روش تخریب. تو بحث تخریب، خب ما تو بحث گودبرداری بحث تخریب هم داریم، باید اول از همه تخریب با دقت انجام بشه و عملیات تخریب ساختمون در واقع تحت نظارت مهندس ناظر باشه. خب ما همین دو هفته پیش نزدیک 5 تا کشته به علت تخریب نامناسب بناها داشتیم. 3 تا 4 تاش تو مشهد بود که حالا گزارش مثلا تو روزنامه‌ها زدن که من خوندم. 3-4 تاش تو همین مشهد بود و یکیش توی در واقع سقز بود که به علت تخریب نامناسب فرد رفته بود زیر در واقع آبار. باید در انتخاب ابزارهای تخریب دقت کنیم، ضمن اینکه دیوارهای مشترک و دیوارهایی که کنار در واقع ساختمان‌های مجاور هست و با روش‌های دستی و به دور از ضربه و در واقع لرزش و اینها اونها رو تخریب کنیم. دیدیم که بعضی وقتا مثلا کارگر میره از بالا شروع میکنه با کلنگ و اون دیوارها رو شروع میکنه به تخریب. قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه ضروریه که انشعابات و تأسیسات مکانیکی و برقی و گاز و حالا مخابرات و اینها همه مجوز گرفته بشه و قطع بشه. یعنی شما قبل از تخریب حتما باید تأسیسات و اون تجهیزاتی که در واقع به عنوان تأسیسات حالا زیرزمینی و روزمینی هر چی که هست، آب و برق و گاز و تلفن و اینها رو حتما باید قطع بکنین. حالا خودتون نباید قطع بکنین، باید برید و به حالا به مراجع و اون کسانی که اونجا مثلا شرکت مخابرات یا دوستان در شرکت گاز بخواین ازشون که بیان و این تأسیسات رو قطع بکنن. خب عوامل فنی مسئول در پروژه مثل مجری و مهندس ناظر باید تماما تو مسیرهایی که یا در زمانهایی که تخریب داره انجام میشه حضور داشته باشن. اینها رو من برای شما میگم که شما به عنوان ناظر اونجا نظارت بکنین کارو، و اگر این اتفاق نمیفته تذکر بدین و بخواین که آقا چرا مجری نیست، چرا مهندس ناظر نیست، چرا دارید دیوار رو با مثلا لودر یا بیل مکانیکی تخلیه میکنی، چرا مثلا چاه رو مشخص نکردی، چرا چاه رو هنوز هیچ اقدامی براش انجام ندادی، چرا این تجهیزات و برق و آب و گاز رو هنوز قطع نکردی. اینها چیزهایی که نفر ایمنی باید پیگیر بشه و تذکر بده در صورتی که رعایت نمیشه. اینها رو برای این دلیل داریم اینجا توضیح میدیم و جزء استاندارد است. حالا مسائل ایمنی ساختمان‌های مجاور قبل از گودبرداری، هشدارهای کافی در خصوص خطرات ناشی از گود رو به ساکنین ساختمان‌های مجاور بدیم و مرز گودبرداری رو مشخص بکنیم. با کسب مجوز از مراجع زیرب تابلوهای هشدار دهنده لازم برای عدم عبور آبرین از محل گودبرداری یا پارک کردن ماشین‌ها در محل‌های در واقع ناایمن یا محل‌های نامناسب رو ما حتماً باید مد نظر قرار بدیم. ماشین اومده یک جایی پارک کرده که یک حادثه اتفاق افتاده، آمبولانس میخواد بیاد داخل پروژه نمیتونه. چرا؟ چون ماشین جایی پارک کرده که آمبولانس نمیتونه بیاد یا آتش نشانی نمیتونه بیاد. خب اون مسیرهای اضطراری رو حتما شناسایی بکنین و در واقع اونها رو بیاین مشخص بکنین. در ساختمان‌های مجاور بررسی‌های لازم بود مربوط به نشست‌ها و ایجاد ترک‌ها، حرکت دیواره‌های مرزی، تغییر شکل چارچوب درها و پنجره‌ها یا ریزش سقف رو باید ما به صورت روزانه بررسی بکنیم و اگر اتفاقی قرار بود بیفته اینها خودشون رو نشون می‌دهند.
و زودتر از موعد ما میتونیم از تغییر شکل اینها متوجه بشیم. دوستانی که حضور دارن یه عدد یک بفرستن، چند نفر حضور داره؟ خب باز اینجا بحث چهار رو مطرح کرده که گفته حتما شناسایی بشه. و یه نکته دیگه در این قسمت چهار گفتیم، اینجا گفتیم فاصله چهار اگر از محل گود کمتر از عمق نهایی گود برداری و تراز آب چهار بالاتر از تراز نهایی گود برداری باشه، باید چهار تخلیه کن. که خب نکته خیلی مهمیه. و شما مثلا فرض کنید میاد یک گود برداری رو انجام میدید که این گود برداری محدوده، چاهای فاضلاب رو در واقع نمیاد شناسایی بکنید، بعد شروع میکنید به گود برداری، وسط کار در واقع این چاه تراز آبش میاد بالاتر از سطح گود شما و یک نشتی میکنه به سمت محل گود برداری. خب چاه فاضلاب دیگه، ازاتا علاوه بر بحث فنی که به وجود میاره، بحث‌های بهداشتی ممکنه به وجود بیاره، بحث گاز گرفتگی ها ممکنه به وجود بیاد و خب بحث فنی هم که در کنارش هست. پس باید حتما اون چاه شناسایی بشه، عمق چاه سنجیده بشه، اگر عمق چاه در واقع کمتر از عمق نهایی گود برداری باشه، فاصلش اگر فرض کنید فاصله چاه کمتر از عمق نهایی در واقع گود برداری باشه، باید پر بشه، تخلیه بشه، پر بشه و از چاه فاضلاب دیگه ای استفاده بشه و فاضلاب ها هم باید در واقع محصور بشه.